اصل سوم در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودی ظاهر شد و تعلیم داده می گفت توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. یحیی همان کسی است که اشعیای نبی درباره او می گوید مردی در بیابان فریاد می زند راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید. لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن پیش او می آمدند و به گناهان خود اعتراف می کردند و در رود اردن از او تعمید می گرفتند. وقتی یحیی دید بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تعمید آمدند، با آنان گفت ای مارها چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ پس اعمالی را که شایسته توبه باشد انجام دهید. در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر است از این سنگ‌ها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. اکنون تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. من شما را با آب تعمید می‌دهم و این تعمید نشانه توبه شماست. ولی کسی که بعد از من میآید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی کفش‌های او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در انبار جمع می کند ولی کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانی. در آن وقت عیسی از جلیل به رود اردن پیش یحیی آمد تا از او تعمید بگیرد. یحیی سعی کرد که او را از این کار منصرف نماید و گفت آیا تو پیش من میایی؟ من احتیاج دارم از تو تعمید بگیرم. عیسی در جواب گفت بگذار فعلا این طور باشد. زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد. پس یحیی قبول کرد. عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید و صدای از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم.